أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. خدا قلوب همه ما رو نورانی کنه به نور محبت و ولایت اهل بیت، ان شاء الله که تو این جلسات هرچه به خوبان و اولیاءش نصیب میکنه از نعمات معنوی به همه ما هم عنایت بفرمایند. اولین آیه‌ای که بر پیامبر اکرم نازل شده بعد از سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره علق می‌فرماید که اقرا بسم ربک الذی خلق. قرائت یه مفهومش این میشه که جمع کردن میشه، شما یه کتابو که قرائت میکنید مثلا چند هزار کلمه است کنار هم که قرار میگیره، جمعشو که نگاه میکنید به یه معنایی میرسید. فرماد اقرأ بسم ربک الذی خلق، خدا رو خالق ببینید. یالا اینکه اونه بردم فکردم اومدی. خواهش میکنم، منم دیر اومدم امشب. این مقدر اسم به چیزی میگن که خودش دیده نمیشه. شما میگی گردو، چی تو ذهنت میاد؟ گردو. ولی نه گافو میبینی، نه رو میبینی، نه دالو، نه واوو. اش کدوم؟ اون مفهومو میبینی. اسم عین شیشه عمل میکنه، خودش عین شیشه عینکه، باهاش میبینی ولی خودشو نمیبینی. تمام عالم اسماء الله. به قول صاحب در حیرتم که پشت به محراب کرده ایم در کشوری که قبله نما موج میزند. خیلی خوبه. میگه شما جامع نگاه کن به اسماء الله، با اسماء الله، و خدا رو هم خالق ببین. ببینید خیلی از نقص هایی که ما تو عالم میبینیم علتش اینه که جامع نگاه نمی کنیم به عالم. شما یه فیلم طنز بود خیلی قدیمیه، بازیگرشو یادم رفت، اصلا قبلنها شبای عید پخش میکردن و اینا، ولی دیگه فکر کنم اسمش یادم رفت چی بود. لوسیان بود، لوسیان بهش میگفتن. آره، اول فیلم اینجوری نشون میداد که اتاق عمل انگار چراغا روشن میشد، اینا رو پوش بسته بودن و فلان، و شما واقعا فهمید که اتاق عمل، دوربین زوم بود روی اون صفحه و چراغ روشن شد. بعد یه دفعه میگفت ساتور. بعد چون ساتور تو اتاق عمل، آقا ساتور میدون تق میزد وسط اینجا، دوربین میمد بالا میدید قصابیه، این میخواد مثلا یه گوشتی رو جدا کنه، از این چراغا گذاشتن و این اتاق عمل درست کرده بودن، ولی قصابیه.
آفرین آفرین. اون یه دختر بچه بود اینجای دماغش رو بوس میکرد تو اون فیلمه، یه چیز جذابی داشت. یکی بازیگرای خوبمونم، یعنی صدا پیشهای خیلی خوبم صداشو تقلید میکرد، حالا یادم رفته اسمش. ببینید چیه قضیه، شما تو اتاق عمل دوربین رو زوم کنن رو دست دکتر جراح و بالاش بنویسن که مثلا اتاق شکنجه مثلا فلان چه میدونم نهاد امنیتی نمچی مثلا موساد کاگبه CIA فلان، شما باورت میشه؟ یه صدا هم بذارن اونجا، یه صدا جیغ و اینا هم بذارن، میبینی که آقا داره شکم واقعا پاره میکنه. الان ما همین پادکست آخری که منتشر کردیم که بحث اینه که برای تربیت انسان اگه توانش رو محدود بکنی فایده نداره، باید خواستش رو محدود کنی، اونم خودش باید این کار رو بکنه از درون خودش، چون گفتیم تکامل یه امر درونیه و باید با آگاهی باشه، رو به بالا باشه، به جهت زیادت باشه، اینا رو گفتیم دیگه. بعد طرف همینو برداشته منتشر کرده، نوشته آقا میری روزه ثواب ندارد. جذابتر این که یه دام آمدن فحاشی که فلان فلان شو، فحشای رکیک ناموسی چیزی ها که تو روزه رو فلان. بعد میگم خب تو از روزه چی یاد گرفتی؟ این همه گفتن روزه زبان، بچی فحاشی میکنی؟ مثلا به فرض محال فرض کن من این حرف زدم، که اگه یه ذره فکر بکنی میبینی که کسی همچی حرفی نمیزنه، منطقه اصلا به خودش زحمت نداده بره ویدیو رو تا آخر نگاه کنه و با عرق دینی اومده فوش ناموسی داره میده. خیلی عجیبن. چی؟ آره مثلا حالا اگه روزه اگه بگیرن، من نمیدونم میگیرن یا نمیگیرن، بعید میدونم، خیلی روزه بگیری که فحاشی نمی کنی که. فحاشی که آقا تو اصلا کامل نگاه کن من چی میگم، همون پادکست 3-4 دقیقه ای رو کامل ببین، بعد به این مفهومش اینی میشه که تو میگی بعد فوش بده، 2 دقیقه دیرتر فوش بده، دیر نمیشه که از ثوابش عقب نمیمونی. بعدم به عمه و خاله و ننه و بابای من چه کار داری؟ تاش میخوای بعد به من بگی دیگه، به پدر مادر چرا فوش میدی؟ مثلا خیلی اوضای عجیب غریبیه. ببین میاد میگه حاج آقا خدا عدالت نداره. نم چرا؟ میگه این پولدار اون فقیر. حالا به این بگی آقا خلقت و جامع بهش نگاه کن، اینجوری نگاه نکن بهش، ناقص نه. این مثل اینه که از وسط یک مثلا چه میدونم از توی رادیوی یه خازن در آورده میگه این چیه، آقا این هیچی نیست، اینو بذار سر جاش، این رادیوه، کارش هم معلومه، جزئی بهش نگاه نکن. حتی بعضی از انبیاء الهی با همه عظمتشون وقتی جامع نگاه نمی کنن نقص می بینن دیگه. ببین جناب موسی سلام الله علیه، این دیگه داستان قرآنه، رفت ملاقات یکی از اولیاء خدا، تازه به دستور خدا رفت و وقتی اونو پیدا کرد از رو نشانش، طرف بهش گفت که تو نمیتونی صبر کنی ها؟ چرا؟ میگه جامع نگاه نمی کنی نمیتونی صبر کنی. گفت نه من صبر میکنم. گفت قرار شد اعتراض نکنی ها؟ باشه اعتراض نمیکن. سوار کشتی شدن، اونم تازه به لطف کشتیبان ها دیدن دوتا آدم هم قیافه شون ظاهر و صلاحه، به لطف اینا رو سوار کردن، این دید این رفته پایین داره کشتی رو سوراخ میکنه، بهش گفت چه کاری داری میکنی؟ با چه کشتی رو سوراخ میکنی؟ گفت قرار نشد اعتراض نکنی؟ چرا اعتراض میکنی؟
آخه تو داری کشتی رو سوراخ میکنی. میدونم ته داستانم خوندی یا نه؟ یه فیلم هست نابخشوده، آره اسمش همین بود دیگه، فرات نابخشوده دیگه، سانسور شدهش تو این فیلمو هست. حتی شما برید اصلش رو پیدا کنید، چون من نمیدونم چیش رو سانسور کردن، اصلا چیز سانسوری نداره دیگه. حالا فیلم رو نابود میکنن میدن دست ملت. فیلم رو شما تا اواخر فیلم فکر میکنی که یه جنایتکاریه که حالا میخواد برگرده تو جامعه و جامعه اونو نمیپذیره. حالا منم فیلم رو توضیح نمیدم که داستان لو نره، برید ببینید. حالا همون چیزیش هم ببینید ایبی نداره، با دقت بیشتر نگاه کنید بهش. نه واقعا خرابش میکنن، فیلمو خراب میکنن. و ممکنه شما وسط فیلم اصلا بیخیال بشی، بگی آقا ولش کن دیگه، حالا یه جنایتی کرده خب خیلی غلط کرده، حالا جامعه هم نمیبخشدش به این راحت، خب نبخش، اصلا حقشه. یعنی اگه یه ساعت و خورده ای وقت نذاری فیلمو نبینی، یک داستان بی نظیر رو از دست دادی و یه تصور غلط خواهی داشت و ممکنه با این تصور غلط یه عمری هم زندگی کنی. حالا ببینید ببینید چقدر جذابه. حرف اینه، میگه ببین پیغمبر جامع نگاه کن عالم رو و اینو بدون من خالقم. منو میشناسی؟ تو سوره الرحمن چجوری معرفی میشه خدا؟ به تمام تعریف هایی که از خدا تو ذهن انسان ها و انبیا و اولیا و خوبا و همه هست، همه رو میذاره کنار، میگه الرحمن، میگه من رحمان دیدم، محبتی که دستگیری میکنه و تو رو به مقصد میرسونه. من همه ی عالم رو نگاه کردم، رحمان دیدم. ولی ما چی میبینیم؟ ما بی‌عدالتی میبینیم، ما نقص میبینیم، ما میگیم اصلا وجود نداره. میگیرید مطلبو؟ چرا اینجوری میشه؟ میگه خب ناقص نگاه میکنی، کامل نمیبینی جهانو. من دارم کشتی رو سوراخ میکنم، آخر داستان که این نیست، چرا اعتراض میکنی؟ آخر داستانو میدونی؟ نه. خب چرا نمیپرسی؟ داستانو بپرس، اعتراض نکن. نه اصلا گذشته خودتو برگرد ببین، تو اعتراضت برای چیه؟ آقا کشتی رو ناقص میکنی از دست اینا میفته. کی گفته کشتی ناقص از دستشون میفته؟ کی گفته کشتی ناقص اونها رو نمیتونه در رسیدن به مقصدشون؟ کشتی ماهیگیری بود، کی گفته با کشتی که مثلا وصل پینه شده نمیشه ماهی گرفت؟ مگه روزی رو خدا نمیده؟ تو چه اعتراضی داری؟ حتما اونه میخواد بگه آقا تو خودت یه روزی توی جعبه چوبی مادرت گذاشت انداختت تو دریا، مادر موسا چون موسا را به نیل درفکند از گفته های جلیل کردان، گه با حضرت نگاه گفت که طفل خورده بیگناه، گر فراموشت کند لطف خدای چون رهی زین کشتی بینا خدای. وحی آمد که این چه حرف باطل است، رهرو ما اینه کن در منزل است، ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. میگه تو خودت یه روزی سوار یک جعبه چوبی بودی، اونم رو نیل، یکی از بزرگترین رودخانه های جهانه، تو اون تلاطم نیل، تازه نیل تمسا هم داره، یعنی غیر خطر غرق شدن خطر حیوان درنده هم هست. ولی کی نجاتت داد؟ بالاخره اعتمادی که مادرت اوحینا الی ام موسی، ما به مادرت وحی کردیم، ها حالا شکل وحی چه جوریه اونو راجع بهش وقت صحبت می‌کنیم. اعتمادی که مادرت به ما داره تو به ما نداری؟ پس چرا تو پیغمبری؟ خب اون باشه. چون ته داستانو نمیدونی داری اعتراض میکنی، اگه بدونی میگی ای والا چیکار کرد. حالا داستان چیه؟
پادشاه میخواد بره جنگ دنبال کشتی های سالم میگرده، اینا کشتیشون سوراخ شده است، وصل پینه کردن، میگه کشتی وصل پینه به درد جنگ نمیخوره، رها میکنه، ولی با کشتی وصل پینه ماهی میشه گرفت. غیر از این که ما ماهی رو به تور میندازیم، تو که با تور ماهی نمیگیری، تو حقیقتش اینه دیگه، رزاق منم، تو چی فکر کردی؟ تو مغز تک تک ما چند کیلومتر مویرگ وجود داره که اگه یه سانتش پاره بشه ما از حالت عمودی به حالت افقی تغییر شکل میدیم، سوار بر مرکب چوبی، لا اله الا الله، میبرن چالمون میکنن، حالا شما رو دفن میکنن. البته میشه بگید چند سانتش اختیارش دست شماست؟ رو چند سانت شما مدیریت دارید؟ میتونید مواظب باشید پاره نشه؟ یا اصلا چی میگی تو؟ اولین آیه به پیغمبر میگه جهان جامع ببین، منم خالقم، بابا رو منم حساب کن، رو علم من، رو حکمت من، رو حلم من، رو تسلط من، و هو على كل شيء قدير، و هو بكل شيء عليم، و هو على كل شيء محيط، و هو بكل شيء محيط، رو قدرت من، تسلط من حساب کن. عالم اینجوری نگاه کن دیگه. ولی وقتی نتونی جامع ببینی عالمو، همش نقصه. اصلا ما چرا قیافمون اینجوریه؟ مثلا من چرا تو این خانواده به دنیا اومدم؟ ما چرا بچه فلان میلیاردر نیستیم؟ چرا فقیریم؟ چرا اینجای جامعه ایم؟ اصلا ما چرا تو ایران به دنیا اومدیم؟ حتی بدبختر از ما که تو سوئیس به دنیا اومده، سفیر سوئیس تو ایران. اون بیچاره جا خوبی هم دنیا اومده، جای بعدی کار بشه. این که شوخی البته. من فکر می‌کنم جای خوبی به دنیا اومدیم. سفیر ایران تو سوئیس، اون دیگه ته شطور شانسه دیگه، آخر رفته بالاتر دیگه، خرچانس اینجا شطور شانس. میگیرید مطلبو؟ ببین اگه اگه جزئی بهش نگاه کنی، داستانو کامل نبینی، و اگه اونو خالق نبینی، توش نقص میبینی. میگه منو خالق ببین، من خالقم، منو خالق ببین. خب عالم رو هم جامع ببین با اسماء الله. خلق الانسان من علق. یه جوک درست کرده بودن، طرف قرآن میخوند از آقای قرائتی و میگفت اینجا چیزی نداره، برو بعدیش. این یه توضیحی داره، نمیخوام الان بگم، میرم آیه بعدیش. نه یه توضیحی داره تو اون بحث اسطوره شناسی، چیزایی گفتیم، حالا الان تطبیقش به موضوعمون ربطی نده. خب میگه اقرا و ربک الاکرم. حالا این عالمو جامع دیدی، با اسماء الله دیدی، منو خالق دیدی، اما اینو بدون من بالاتر از این چیزی هم که میبینی ها، و ربک الاکرم، من بالاترم. این جلوه اندازه این ظرفه، مثل این که نور خورشید در یک آینه تابیده، همه ی آینه شده نور خورشید. بله این همش نور منه، ولی همه ی نور من نیست. اقرا و ربک الاکرم الذي علم بالقلم. حالا قلم ممکنه اینجا اصطلاح باشه دیگه، ممکنه اصطلاح سازی کرده، چون میگه انسان رو با قلم آموزش دادیم. شما تو دنیا کلی آدم بیسته، منظور قلم، قلم خودکار و دوات ممکنه نباشه، تمام ابزاری که باش از عالم برداشت میکنی، بینایی، شنوایی، لامسه، چشایی، عقل، فطرت، وجدان، حس، احساس. علم الانسان ما لم يعلم.
ولی متاسفانه چی میشه بعد؟ میگه کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، احساس استغنا میکنه طغیان میکنه. خب صحبتم چیه؟ میگم این همه ایراداتی که الان میبینید توی مثلا خداشناس، آقا خدا اصلا وجود داره وجود نداره، طبعا میگه خدایی نیست، آقا یه بیگ بنگ بوده و یک انفجاری شد و بعد جهان اینجوری شد و فقط همه چی دنیاه و بعد دنیا کی رفته کی دیده کی بوده کی خبر رو برده، روح کجا بود اصلا میتونی ثابت کنی نمیتونی ثابت کنی؟ دیدید این بحثا رو همش یه علت داره. میگه آقا کامل نگاه کردی به عالم، جامع نگاه کردی به عالم، خیلی عجیبه، ما سرگرم همه چی هستیم غیر از حقیقت و تو دنیا کاری هم غیر حقیقت نداریم. این مباحث قبلا گفتم. ببین تصویری که از این عالم ما میبینیم این تصویر از کجا اومده؟ ما میسازیم، مکانیزم بینایی ما جهان رو اینجوری میبینه، نه در عالم دنیا، در همه عوالم تصویر با کیه؟ با ماست. و چقدر عجیبه که یک بی‌نهایتی واقعا فکر میکنه محدوده و واقعا فکر میکنه که همین جسمه و واقعا فکر میکنه که وقتی میمیره تموم میشه. چقدر قشنگ سیستم رو چیده که تو واقعا به این باوره رسیدی. باور بدی نیستا، منتها باید باش حرکت کنی. ما توش وایسادیم، باید باش حرکت کنی. غذا چیز خوبیه، کالری داره اینا، منتها باید باش حرکت کنی. ما ثابت میشینیم میشه اضافه وزن، میشه تنبلی. چیزی که انرژی که باید باعث حرکت بشه باعث چی میشه؟ سکون میشه. وقتی ازش درست استفاده نمیکنی، غذا رو میخوره انرژی درست میشه، حرکت نمیکنه میشه چربی، بعد میشه تنبلی. بعد حالا گفت یه کار بده به یه آدم تنبل، به جای اینکه انجام بده چیکار میکنه؟ هزار تا راهکار بهت میده. حال نداره فکر کنه، میگه آقا اصلا آخرت اینا چیه، خدا کجا، امینه آقا ولش کن، تو حال نداری فکر کنی، تنبلیت شده، جا خوش کردی تو این تن، تو باور تن، و نمیخوای ازش بری بیرون و نمیخوای باهاش بری بیرون و نمیخوای باهاش حرکت بکنی. اینه که بهتری راه اینه که بگیم مثلا چه خدایی، چه کشکی، چه پشمی، کو هر چه نقص میبینید در جهان. میگه خدا خیلی خدای بیرحمیه، چرا؟ میگه یه ویروس درست کرده چشم بچه رو میخوره، بعد این بچه کور میشه، وای بدم میاد از این خدا. خب میدونم اصالت بر دیدنه، مگه شما فقط تنها راه ادراکتون از جهان دیدنه؟ شما اگه روزی 8 ساعت چشتون نخوابه که بیچاره میشید که. الان اینکه شکنجه ها چیه؟ نمیذارن چشاشو ببنده، بیخوابی، میخوان طرفو شکنجه کنن، نمیذارن چشاشو ببنده، بیخوابی بهش میدن، میشه بالاترین شکنجه. بله اگه فقط عالم دنیا بود خیلی چیز وحشتناکی بود که نبینی یا میتونستی بعدن نتونی یا اصلا بیخ نمیتونسته، مادرزادی نابینا به دنیا اومد. چرا حوصله نداریم جامعه ببینیم جهانو؟ اصلا کارمون چیه تو این دنیا؟ خب باشه الان کار میکنیم، پول در میاریم، خونه میخریم، امکانات جمع میکنیم فلان، بعدش چی میشه؟ خودکشی تو فقرا بیشتره یا تو پولدارا؟
افسردگی مریضی کیاس؟ بیشترشو آماریشو میگم. اگه داشتن انسانو ارضا میکنه، هیچ پولداری نباید خودکشی کنه، نباید قرص سردرد بخوره، نباید پیش روان پزش بره، نباید روان پریش باشه، نباید افسرده باشه، نباید دل مرده باشه، باید شنگول شنگول، سرحال سرحال، سرکیف سرکیف. اینجوری دیدید جهانو؟ هرچه نقص هست از ناقص دیدنه، نه که از ناقص بودن عالم. خودتون تو زندگی خودتون اصلا جایی نمیخواد برید. تا حالا اتفاقی نیفتاده که وقتی افتاد ناراحت بودید بعدن خوشحال شدید؟ یه سال بعدش گفتید چقدر خوب شد فلان کارو نکردم، یا فلان موفقیت برام پیش نیومد، یا فلان جا که مثلا آقا میخواست یه دختری رو عاشق بوده میخواسته بگیره نشده، بعد گذشته و اکلش پریده اصلا رفته یه ازدواج دیگه کرده، بعد برمیگرده پشتش رو نگاه میکنه میگه چقدر خوب شد با اون طایفه ازدواج نکرده. یه جا میخواسته استخدام بشه نشده، بعد رفته تو کار آزاد، خودش الان 100 تا کارمند داره، بعد میگه ما میخواستیم بریم التماس میکردیم بریم کارمند بشیم، الان 100 تا کارمند داریم، شاید هم اگه استخدام میشدیم هیچ وقت دیگه کارآفرین نمیشدیم. از اینا براتون اتفاق نیفتاده؟ این میگه نوچ. یه ذره فکر کن، عجله نداره، اشکال نداره، یه ذره بهش فکر کن ببین شده نشد. آره دیگه، استیو جابز کیه؟ یک آواره سوری، بچه سوری است، آواره میشه فرار میکنه، مثلا میره به عنوان پناهنده میبردش اونجا. مثلا میگه شاید اون لحظه اول که این اتفاق افتاد نمیشد، ما یه بابای پولداری داشتیم، یه بابای، الان اگه ثروتمندترین مرد سوریه بچهش استیو جابز بود هیچ وقت به این نقطه‌ای که بعدن رسید میرسید؟ رئیس اپل میشد؟ دنیا رو متحول میکرد توی زمان خودش؟ بعضی میگه آقا اینا داستان‌های انگیزشیه و اینا ارزشی نداره. آقا من که به شما افسانه نمیفروشم که، میگم تو زندگی خودت بگرد پیداش کن. امکان نداره تو زندگیتون نباشه به هیچ وجه. طرف اومده پیش امام صادق میگه خدا رو به من بگو. حضرت بردش تو زندگی خودش، گفت شغلت چیه؟ گفت من بازرگانم. حضرت میگه گفت سفر دریایی رفتی؟ قاراغا زیاد رفتی؟ گفت تا حالا نشده کشتیتون به طوفان بخوره؟ گفت آقا یه بار خوردیم طوفان، غرق شد کشتی، اصلا منهدم شد، شب دریا و تلاطم، من دست و پا، اصلا کسی به فکر که دست و پا میزدم چسبیدم روی تخت چوب. حضرت بهش گفت اون لحظه ای که امیدت از همه برید احساس نکردی یکی میگه میخوام میتونم بهت کمک کنم؟ فکر نکردی میشه بهت کمک بشه؟ گفت واقعیتش من اون تخت چوبه که سوار شدم دیگه هیچکی که نمیتونست کمک بکنه، ولی همش تو درونم احساس میکردم یه چیزی میتونه به من کمک بکنه. حضرت بهش گفت خدا بود دیگه، دورتو خالی کرد بهت گفت من هستم، بعدم گفت برسوندت به ساحل. خب تو رفتی ساحل فراموش کردی، تقصیر اونه. یکی میگه خدا رو به من ثابت کن، گفتم والا تو قرآن میگه ان علینا للهدا، کار خودشه، به من چه؟ تو زندگی دیگه دیدی هست، اگه ندیدی نیست، بس خودت میدونی. منتها زندگی خودتو منصفانه بشین نگاه کن، مال خودت دیگه، نمیخوای به کسی عوارضی بدی، یا نمیخوای مالیات به کسی بدی، یا نمیخوای خودت، مگه نمیخوای به حقیقت برسی؟ خودت به خودت دروغ نگو، خودت به خودت ظلم نکن، فکر کن ببین هست یا نیست. داستان جهان رو کامل بهش نگاه نکنی همش نقص، همش نقص.
ولی وقتی جامعه بهش نگاه میکنی، عین دونه های پازل که دیدید بعضی از این آرتیستا یه سری کاغذ و نمیدونم سیم و کابل و نمیدونم چوب و سنگ و اینا رو میچینن، یه جایی میری ظاهر جلو نگاه میکنی میگه این چیه، میگه اینجا نه زاویه درست وایس، برو اونجا وایسا 10 متر برو عقب‌تر، مثلا این تو این زاویه با. حالا نگاه کن یادم این ای چهره ی انسانه، میگه تو زاویه درست وایسی، از این چیزایی که من چیدم، از همین چیزایی که وقتی تو زاویه غلط بودی بی‌نظمی میدیدی یه تصویر منظم میبینی. دقیقاً وقتی زاویت رو با عالم درست میکنی، نقشه رو کامل میبینی، بی نهایت زیبایی میبینی، هیچ نقصی توش راه نداره. بعد میگه سبوح قدوس رب الملائکه و الروح، که اصلا تو شایسته تسبیح و تحمیدی، اصلا باید حمد تو رو گفت، باید تسبیح تو رو کرد، چه شاهکاری درست کردی تو زاویه درست. زاویه درست عالم جامع نگریه، ناقص نگاه نکن. شما ببینید داستان جناب یوسف، قرآن احسن القصص. شما فرض کن آخر داستان رو نمیدونی، بچه هست توی خانواده پر جمعیت به دنیا میاد، به شدت زیباست، بعد میگی چه لطفی داشته خدا به زیباست، زیبایی عامل حسادت دیگران میشه، چه کارش میکنن؟ میندازنش تو چاه، برادراش، و میان به پدرشون میگن گرگ خوردش. بعدن یه کاروانی میاد از اونجا رد چه، دلو میندازن آب درارن، یوسف میاد بالا، میبرنش به غلامی. شما میگی چه شوم شد زیباییه، ما فکر کردیم این خوشگله، مثلا این خوشگلی عاقبت به خیرش، نها کن زندگی رو ببین، اگه آخر داستانو ندونی اون روزی که میشه غلام تو بهش ترحم میکنی، میگی این چه زندگیه، کاش خوشگل نبود ولی الان پیش پدر مادرش بود، داداشاش بهش حسادت نمیکردن، شده برده، بردنش به غلامی، بردن تو بازار برده فروشا فروختنش، عزیز مصرم خریدش. گفت معما چو حلگش آسان شود. حالا زن عزیز مصرم بهش طمع کرده، زندگی رو ببین، گل بود به سبزه نیز آراسته شد، بعد اینم حیا کرده پا نداده بهش، اونم قدرت داره فلان فلان شده، این غلط ها رو میکنی، انداختش زندان، سالها در زندان. حالا این فیلم رو نگاه نکن، زندان نشون میداده این هتل مثلا درویشی مشهد، تو اونجا معلوم خیلی که تمیز نیم، زندان یعنی یه لجندونی که طرف 10 سال توش 10 بار تو آب نرفته، زندان اصلا قابل تصور نیست وسط سیاه‌چال، یعنی چی؟ بعد مگه یه روز دو روزه؟ چند سال اونجا گرفتار شده؟ ببین شما چون الان ته داستانو میدونید، همه نشستید به من نگاه میکنید بل بل، بعد چی شد؟ نه الان داستانو نمیدونی، اگه داستانو نمیدونستی میگفتی چه زیبایی شومی، اه اه اه، بدبخت شد، بیچاره شد، اصلا خدا اینو دوست داره؟ خب ایشون به چیزی که میدونست صبر کرد، اصلا اگه میدونست که صبرش من اصلا اینجوری نیست. حالا فیلم نگاه نکنید، اگه میدونست که چی میشه که صبر معنا نمیده که، اصلا نه نه نه، این که حالا به خدا اعتماد داره اون یه داستان دیگه است، این که تهش چی میشه ما چه میدونیم چی میشه، اگه بدونه که بهش نمیگن امتحان، موسی رسیده به رود نیل، میدونه میشکافه رود، اگه بدونه که دیگه امتحان بهش نمیگن که، نه تو باید گیر کنی بین رود و بین فرعون و لشکر قبطیا، حالا تو نلرزی به خاطر اعتمادت به خدا، نه اینکه میدونی ته قصه چی میشه، نه اگه آرامش داره به خاطر اعتمادش به خداست که آرامش داره. گفت لا تخافی ولا تهدنی انما یه ربی، نگفت رودخانه شکافته میشه، گفت آقا نه ترسید خدا با ماست. بعد گفت خدا چیکار کنیم؟ گفت الغ عصاک البحر، ها بزن چوبو بزن به دریا ببینیم چی میشه.
حالا اینا شاید اصلا بیان ولش کن، اینا یعنی داستانی دیگه، من با باطنش کار دارم، با ظاهرش کار ندارم. خدا رو میدونست. چی رو میدونست؟ نه اینجوری که حالا ببین، این که تو ذهنت فکر کنی تمام صحنه ها رو من، نه آقا، اشرافی که داره اشراف بر حقایقه. سوال، ممکن بود مردم کوفه پشیمون بشن بیان خدمتش اصلا داستان عوض بشه؟ بله، میلیارد ها میلیارد احتمال اونجا وجود داره. میگیدی چی میگم؟ هر چجوری برگشت، به همین طریق عمر سعد هم میتونست برگرد. داستان اینه که ما همه احتمالات رو میدونیم. بله میدونیم، خودمونم برای همش آماده کردیم، آماده کردیم و میخوایم بهترین اتفاقم بیفته، یعنی مردم توبه کنن برگردن. بله، حالا بر نگشتن باشه، ما که میدونیم که اگه بر نگردن چی میشه هم میدونیم، اما احتمال همش وجود داره. میشه نه، حالا اینا رو به خاطر کسایی که قلوف میکردن این کارا رو میکردن، وگرنه شما رو علم نمیخواد، علم غیب نمیخواد که، رو تجربه میتونی بفهمی غلامت کجاست. نه در قضیه کربلا میگم، نه تو قضیه کربلا اینه که هزاران احتمال وجود داره، ما هزارتاش هم میدونیم، برای همش هم آماده ایم، اما کدومش اتفاق میفته دیگه بستگی داره به تصمیمی که میگیرن دیگران. ما که رامون معلومه، ما همه تلاشمون رو کردیم که مردم برگردن، حالا بر نگشتن. خب باشه، ما میدونیم برنگردن هم چی میشه، برگردن هم میدونیم چی میشه. شما در روایت دادید که امام حسین قرار بود اون سفره جهانی رو پهن کنه، کشتنش واقعه عقب افتاد، یعنی میتونستن نکشن و حضرت همه کاری کرد که این کارو نکنن. نگه هم مرگ میترسم، میخوام تو گناهکار نشی. میگیدید؟ ببین آقا، تو یک الان همونجا که وایسادی، همین الان که با داریم صحبت میکنیم، میلیارد ها میلیارد احتمال اینجا وجود داره. ممکنه هر کدوم شما یه سوالی بپرسی، هر کدوم شما میلیارد ها سوال رو میتونید بپرسید. الان کدوم رو بپرسی، من چه جوابی بدم، جریان چه جوری ادامه پیدا کنه؟ یه کسی اشراف داره بر همش، یعنی همین الان سرنوشت ما، همین الان که با هم صحبت میکنیم، میتونه میلیاردها سرنوشت مختلف باشه. همین لحظه‌ای که با هم حرف میزنیم، همین خود شما الان این سوالو پرسیدی، هزاران هزار سوال دیگه میتونستی بپرسی غیر از این دیگه، درسته؟ و من یه جوابی غیر از این به شما بدم دیگه. پس هزاران هزار احتمال همینجا وجود داره بین من و شما، میلیاردها میلیارد احتمال وجود داره. و حالا یه کسی به همه اینها اشراف پیدا میکنه و انسان میتونه این کارو بکنه. آره دیگه، ما یه چیزایی رو نمیدونیم، بشن فکر نمی کنیم. انگار همه چی رو میدونه، انگار داره یک سناریویی که پیش نوشتن رو بازی میکنه. خب به چیزی که میدانیم چیه؟ یه چیز نیست که، نه باشه، نه یه چیزی که نتیجه هزارتاشو میدونم، نتیجه میلیاردهاشو میدونم، این که اشکال نداره. من الان میرم باشگاه، الان بهتون میگم، من الان میخوام برم باشگاه، میدونم برم اونجا وزنه سنگین هست و من به اون وزنه سنگین صبر میکنم، من دارم انتخاب میکنم کدوم وزنه رو بردارم. این که من میدونم چقدر چند کیلو این وزنه که برمیدارم و صبر میکنم بر سنگینیش، این که اصل صبر رو از بین نمیبره، که چون من دارم انتخاب میکنم برش میدارم، علمم دارم چقدر این سنگ، این 2 کیلویه، این 10 کیلویه، این 20 کیلویه، این 30 کیلویه، من میدونم 30 کیلو فشار یعنی چقدر و اینو تحمل میکنم، دارم هارتل میزنم. خب این که باعث نمیشه که ماهیچه من، چون من میدونم پس به حرف اینه، میخوام بگم هزاران هزار احتمال وجود داره، من برای هزاران احتمال آمادم، دارم صبر میکنم به چیزی که میدانم. حالا کدومش اتفاق میفته بستگی داره، فقط من نیستم که، به تو هم بستگی داره. هیچ کس
آره 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 این نه چرا نه اصلا میدونی چرا اینجوری میشه؟ چون ذهنمونو قبلا دستکاری کردن. وگرنه من دارم راجع به جامعه نگری صحبت میکنم، موضوع اینه، باید راجع به جامعه نگری سوال بشه، اما راجع به علم ائمه سوال میشه. این سوال تکراری نیست؟ هزاران بار این سوالو نشنیدین؟ آره چون آره نه میدونی چیه قضیهش؟ چون اینو قبلا این سوالی که مال ما نبوده، ببین سوال وقتی بهش نرسی مال تو نیست، سوالی مال توئه که تو بهش رسیده باشی، تو بهش فکر کرده باشی، دغدغت شده باشه، بهش رسیده باشی، اون میشه سوال تو. ما اکثرمون اصلا سوال دینی نداریم، سوالات دینی داریم ما کاشتن تو مغزمون، تو کلاسای دینی، تو کلاسای ضد دینی، تو فضای مجازی، تو فضای حقیقی، تو روزنامه، تو مجله، تو سایت، تو خبرگزاری، تو شبکه اجتماعی. سوال کاشتن برامون. سوال خودته؟ یه دونه سوال هنوز نپرسیدید که من قبلا نشنیده باشم. خودتونم همتون این سوالایی که پرسیدید قبلا شنیدید. خب دیگه پس معلومه اصلا سوال شما نیست اینا. این که بتونیم فرار کنیم از خلاصه سوالاتی که واسمون ساختن خیلی کار سختیه. شما خبری نیست که توی گوشی موبایلتون نادیدش بگیرید. 20 تا خبرگزاری رو فالو کردی، روزی 20,000 تا خبر میکنی تو مغزت، اجازه میدی، در مغز رو وا میکنی، میگی بریزید توش. اونا ما هم اینجوری اخبار و تمیز و کثیف و با تحلیل و با غرض و با مرض و با صداقت و با کینه و میریزن تو مغز شما. درم میگفت آقا ما تو نماز چرا حضور قلب نداریم؟ گفتم طوری نیست، شما از صبح بلند میشی، هر کجا رفتی، هر چی دست کسی بود داشت، چیزی میخورد، میوه‌ای، تخمه‌ای، پفکی، غذای چیزی، و یه تیکه ازش بگی بخور. شب بیا بشین سر سفره، حالت به هم داره میخوره دیگه، دلپیچه میشی، حالت بد میشه. چرا؟ میگه 20 مدل غذا ریختی تو معدت. حالا از صبح چیزی نخور. جایی هم نرو میلتو تحریک کنن به چیزی. حالا تو خونتون یه غذا میپزه مادرت، یه مدل غذا میپزه. آدم زرنگ یه مدل غذا میپزه، آدم شکمو، آدمی که میخواد غذا بخوره یه مدل میپزه که با 100% اشتها یه غذا رو بخوره. آدمی که عقل نداره و چه میدونم بلد نیست، 20 مدل غذا میذاره، یه توک از این میزنه، یه توک از این میزنه. ما امروز سر افطار 2-3 مدل بودیم آتشخاله که داشتیم میخوردیم، بعد مثلا یه لقمه از این میخوردم، یه ذره چای میخوردم، پنیر بخوریم، بعد دوری لقمه از این، بعد خودم به خودم گفتم چی کار داری میکنی؟ خب وایس بابا ولش کن، اینا رو بذار این یکی نون پنیره رو بخور که دوست داری، حالا اینو بخور، بعد حالا این سوپر هم میخوری. یعنی وقتی میشد 20 تا غذا با یک 20 اشتها هر کدومشو میخوری. شما از صبح اجازه میدید هر حرفی رو به شما بزنن تو هر الان این کلاب هاوس و نمیدونم این استاگرام و فضاهای مجازی و چنم شبکه اجتماعی، تو هر رومی میری و میذاری هر حرفی هر کی بزنه و پر کنه مغز شما رو از اطلاعات درست، غلط، فیک، دروغ، اطلاعاتی که چسبیده بهش، تحلیلی که با غرض و مرض، تحلیلی که با صداقت، تحلیلی که با کیده است، تحلیلی که با توت، هزار تا چیز میریزی تو مغزت. بعد میگه من چرا حضور قلب نه؟ حضور قلب کو؟ اصلا قلبت کو؟ قلبت کو؟ بگه لا آشغالا پیداش کن. سوال اونیه که تو بهش میرسی، نه اونی که برات درست میکنن. سوال دینی نداره کسی. سوالا رو براتون یکی نشسته یه جا واسه شما ساخته، حالا یکی با غرض، یکی با مرض، یکی با هدف هدایت، یکی با هدف زلالت، یکی خواسته روی رو کم کنه، اون خواسته اونجا ناهو بکوبه، اون خواسته اون بلا رو سر اون بیاره. خب سوالا رو میسازن میریزن تو جامعه، شما میخونید. برای من یه مت فرستاده یکی از دوستام که الان داره لایو میبینه، میگه که سیدین نوشته این بخشی از کتاب آیات شیطانی است. بعد یه دریوریایی بهش گفتن از آیات شیطانی، یه رمانه، یه داستان تخیلی، مثلا این چرت و پرت نیست، یه چرت و پرت دیگه ایه، مثلا این نیست. مگه ذهن من درگیر کرد، چرا خوندی؟ مگه ننوشته آیات شیطانی؟ خب پی دی افش هست، برو دانلود کن بخون ببین چیه توش. اصلش رو برو بخون که میشه بخون، یه سرچ گوگل میخواد دیگه، کتاب آ پی دی اف آیات شیطانی میاد بخون. نه عزیز من، یه کتابی اسمش هست آیات شیطانی،
یه کسی به اسم سلمان رشدی نوشته اینو. آره اسم رومان، اسم بعدی براش انتخاب کرد. اگه یه اسم دیگه میذاش این بلا سر خودش نمیمد، دهن ما هم سرویس نمیکرد انقدر سوال جواب بدی. مثل فیلم مارمولک کمال تبریزیه، اسمش رو یه چیز دیگه میذاش انقدر گرفت، نه خودش گرفتار میشد، نه ماهی به ما میگفتن تو خیابون مارمولک، نه ما مجبور شدیم ازش دفاع کنیم، نه بعد 20 سال تلویزیون پخش میکرد همون موقع پخش میشد، نه میرفتن سینما آتیش میزدن، نه چیزی. اسمشو بعد گذاشته بود، مثلا اسمشو میذاش آقا رضا، تموم میشد. بازگشت، توبه نسو. خب نه چون مارمولک بعد نقش اولی آخونده هم فلان فلان شد. یکی از آقایون تو قوم میگفت اعضای عمومی اعلام کنیم. خیلی هم خودشو روشن فکر میدونه که چی شده مثلا با لباس روحانیت شوخی کردن. مرد حسابی طرف فیلم طنز درست میکنه، بازیگر نقش اولش کشیشه، کلیسا هم اعتراض نمیکنه، هیچ بلایی هم سرش نمیاد، چون اصلا وادی هنر یه وادی دیگه است، یه تأثیر دیگه ای تو جامعه داره. تازه این فیلم ته فیلم ته کمک بود. حالا خدا رحمت کنه آقای انصاری شیرازی به من گفتش که یکی از شاگرداشون به من گفت که این فیلمو داری شما؟ گفتم من سیدیشو دارم. گفت میشه با تلویزیون و اون موقع سیدی من بود، گفت با این سیدی بیاری حاج آقا میخواد فیلمو ببینه. بعد من بردم خونهشون. حالا اون شاگردش که ما هم پیششون یه درسی میخوندیم گفت من خودم نمیام، شما رفتیم نشستیم و خود حاج آقا بود و من بودم و یه آقایی به اسم احمدی پرتو رفیقمون بود، ایشون بود و پسر حاج آقا. اینا به من گفت این اتاقی که توش نشستین اتاقیه که علامه طباطبایی المیزان رو اینجا میگفت، تو خونه علامه میشست، خونه قدیم. آیا انصاری چی فوت شد خدا رحمتش کنه، یه بار اومده بود مدرسه زده بودن استاد اخلاق آیت الله انصاری شیرازی فلان، حالش بد شد بردنش بیمارستان، اسمو دید حالش قاطی کرد آیت الله حالش بد شد. بعد اتفاقا برای من یه مقدار پسته آورد، گفت این مال باغ فلانی آورده و سوهان، نشون داد که به قم عرق خوبی داره. فیلمو ما گذاشتیم با آیت الله انصاری شیرازی، فیلم مارمولک رو تو اتاقی که علامه طباطبایی المیزان میگفت نگاه کردیم. فیلمه تموم شد، بعد آخه فیلمه هم چیز بود گنگ بود، این سیگار این سی دی ها خش داشت و اینا. هم من میگفت اینجاش چی گفت، میگفتم آقا بگم، میگفت آره بگو میخوام بدم چی گفت، گفتم اینجا گفت که عمومت برعکسه مثلا. بعد این پسرش هم قش قش میخواد، ما معذب بودیم بودیم حاج آقاست بالاخره آیا انصاری شیرازی خیلی برام. بعد من تماشا بهش کردم آقا نظرتون چیه، گفت این فیلم دو تا خوبی داشت، اولا که وقتی تو جمهوری اسلامی این فیلمو میسازن یعنی میشه به آخوند انتقاد کرد، بعدم این حرف مرحوم مؤسسه، مرحوم اشرف عبدالکریم حائری بهش گفته بودن یه طلبه دزدی کرده، گفته بود نه یه دزدی یه لباسم از ما دزدیده، گرفتید لباس ما رو پس بیارید، گفت این بعد من گفت فقط یه بدی داشت، این حدیثو اشتباه ترجمه کرد، اتطرق الله بعد از انفاس الخلائق، گفت اینو اشتباه ترجمه کرد. گفتم آقا همین گفت هم خیلی خوب بود، عالی بود، کلی گف کرد. بعد ایشون اینجوری میبینه یه کسی هم میاد میگه که چی اعضای عمومی اعلام کنید، اونم میره میگه تو قم ممنوعه. بابا افق کوروش تو قم اسمش افق کوروششو برداشتن دیگه، ته طنزه جوکه دیگه این، بابا کوروش حالا آدم بعدی نبوده، حالا شما تشین که آقا اصلا بگید ذوالقرنین بوده، خب این که گیر نیست، اصلا ذوالقرنین هم نبود آدم بعدی نبود، چیز بعدی ازش نشنیدیم که آقا چه چیزی دارید. یا یه سری فیلم اصلا تو قم نمیاد، بعد بچه قمی ها مجبورن برن تهران ببینن، خب آخه جلو دیدمه که نمیتونی بگیری، قضیه مشهده. میگیم چرا کنسرت تو مشهد نیست، میگه در محضر امام رضا، آقا محضر امام رضا از محضر خدا بالاتره، عالم محضر خداست، در محضر خدا میشه رفت کنسرت، در محضر امام رضا نمیشه، چه حرفیه این، چه حرفیه میزنید شما، یه سلیقه ای باز خودتون دارید الکی ملت رو گرفتار کردید، یارو مشهدی بعد بیاد بره مثلا چه میدونم کنسرت مشهد نمیشه بذاره نیشابور میذارن چیو آره از اون وریش فکر نکرده بودم که بگن در محضر خدا کنسرت در محضر خدا، این
این بنده خدا یکی از این آزاده ها میگفت که ما رو گفت پشت کمر ما نوشته بودیم مثلا تا کربلا رسیدن یکی یا حسین دیگه، گفت چه میدونستیم اسیر میشیم؟ که حالا من اسیر شده بودم یارو بسی گیر داده بود این چیه؟ که من عربی بلد نبودم، بهش گفتم تبلیغات، گفت فل بغداد تبلیغات، شروع کرد زدن بگم مثلا ما داریم اونجا تبلیغ میکنیم. گفت من می‌خواستم بگم این تبلیغات چیا نوشتن بابا یه کتک. حالا این راست میگه، ما میگیم عالم محضر خداست، فردا میگن در محضر خدا کنسرت تهران هم تعدیل میکنن. این خوب نیست. نه این که حرف چیزه. برگردیم تو بحثمون، بیایم تو بحثمون. داستان یوسف پیامبر رو اگه تهشو ندونی وسط کار بخوای قضاوت کنی، چه قضاوتی میکنی براش؟ میگی بدبختر از تو آدم نداری، خوشگل به دنیا اومدی ولی تو نوجوانی داداشات حسودی کرد انداختن تو چا، بعدم که دادنت بردگی، بعدم که فروختن، بعدم که اومدی شدی چه میدونم غلام عزیز مصر، بعدم زنش رو تو کراش پیدا کرد، بعدم که تو پا ندادی عفت به خرجه، بعدم که افتادی زندان، ای بدبختر از تو مگه هست؟ منتها چون شما تشو میدونید اصلا راهی غیر از این برای عزیز شدن نبود، راهی غیر از این نیست. قشنگ انگار یک نویسنده متبحر درجه یک سینمایی نشسته یک فیلمنامه درجه یک نوشته با فراز و فرودهای عجیب و غریب، بعد لحظه آخر یه شوک بهتون میده، بعد یه دفعه میشه عزیز مصر، داستان همینجا تمام نمیشه، یه دفعه برادرها میان. شما این فیلمه انگار تمش ضربه داره توش، انگار یه فیلمنامه نویس بی‌نظیر نوشته اینو. البته این فیلم یوسف رو نمیگم، اما اینکه چیز کرده بودن تو، یعنی داستان رو نابود کرد، منظورم اصل قصه یوسفه. اصل قصه خیلی جذابه. حالا فیلمم بد نبود، حالا دیگه چه میدونم، حالا طرف مرده خدا رحمتش کنه، اون آقای سلحشور خدا رحمتش کنه، همه گذشتگان رحمت کنه. حالا اونم قصد داشتم مثلا فیلم خوب بسازم، ولی حالا بالاخره فیلم بی انتقاد که نمیشه که، هست دیگه، همه فیلم‌ها یه انتقادی بشه است. تازه ما میبینیم انتقاد میکنیم، ما یه بزرگواری داریم ندیده انتقاد میکنه، اون که دیگه حسابش درست. بیاین تو بحث، چرا داستان یوسف الان براتون جذابه؟ چون همه‌شو میدونید. از کجا معلوم تو خودتون یوسفه نیستی الان تو چاهی؟ نه تو زندانی. تاریک ترین لحظه شب میدونید کیه؟ چند دقیقه قبل از طلوع. بعد میگه آقا سیاه تر از این میشه؟ بعد من بهش میگم طلوع میخواد بشه، بابا شما هم که هی امید علکی بده. اولین حرفی که به پیامبر میزنه میگه جامع نگاه کن، اقرأ بسم ربک الذی خلق، و من خالقم و رو من حساب کن، منو خالق ببین، منو بهشون رو صندلی خالق بودن، حالا به خلق من نگاه کن، جامع هم بهش نگاه کن، من حکیمم و حواسم از چی کار میکنم. داستان مثل یوسف سلام الله علیه، داستان مثل یونس سلام الله علیه، داستان مثل صالح، داستان مثل ابراهیم سلام الله علیه، داستان مثل پیغمبر، اصلا داستان جناب عیسی سلام الله علیه چیه؟ این داستان چقدر عجیبه. این داستان امروز رو نگاه نکن که چند میلیارد طرفدار داره، زنی بدون شوهر باردار شده، در مرکز اتهام قرار داره و انسانهای خشن که انگیزه دارن برای کشتنش و از خودش و از طایفش و از مسلک و مرامش کینه دارن، حالا بچه رو به دنیا آوردی نمیدونی باید چیکار کنی، کی میتونه از تو دفاع کنه؟
حاج آقا بچه صحبت، آقا من که نمیدونم بچه میخواد صحبت کنه، اگه بدونم که امتحان بهش نمیگن که. تنها زنی که اسمش تو قرآن اومده کیه؟ خانم حضرت مریم سلام الله علیها. هیچ اسم زنی در قرآن نیست غیر از ایشون. یعنی خانم حضرت آسیه رو خواسته مثال بزنه، ضرب الله مثلا للذین آمنوا، گفته امراه فرعون، یه زن فرعون. ولی خانم مریم اسمش رو آورده. چرا آورده اسمش رو؟ یا میدید چه امتحانی از این گرفتیم؟ اصلا شما اگه جایی بودید که کافر میشدید، که به همه چی کافر میشدید. امروز با مسائل علمی مثلا به اینجا رسیدید که شاید یه زنی اصلا بتونه بدون شوهرم باردار بشه. اون روز که طرف برگشت بهش گفت پدرت آدم خوبی بود، مادرت هم آدم خوبی بود، این چیکار کردی؟ فرض کنید که بچه به دنیا اومده، شما هم خدا آورده گشته اونجا، گفته این چیه؟ شما میگفتید چیه؟ چی به ذهنتون میرسید؟ غیر از اینکه ارتباطی بوده؟ و اگه بهتون میگم من با هیچ کس ارتباطی نداشتم باور میکردین؟ چون الان میبینم به این کاهنهای یهود فوش میدین فلان فلان شده، مگه خود شما بودین بهتر از اونا بودین؟ یا ما بودین بهتر بودین؟ یه زنی اومده بدون شوهر میگه من بچه دار شدم، هیچ نامحرمی هم منو لمس نکرده. ما گوشامون دراز دیگه، ما پشت گوشامون مخملیه دیگه، ما دوم داریم، نمیگیم اینا رو؟ دختره رو برده بودن بکشن، شکمش اومده بود جلو، میخواستن داداشاش بکشنش، گفتن حامله شده، هرچی قسم میخورد بابا من با هیچ مردی نبودم، سونوگرافی هم نبود برن سونوگرافی کنن ببینن بچه هست یا نه، شکم اومده بالا میخواستن خواهرشونو بکشن. خیلی هم کشتن. بله، یارو اصلا قده در آورده تو رحمش، باد کرده شکمش، کشتنش، گفتن بچه دار شده. این حتما خلاف که هرچی هم قسم خورده من با کسی نبودم، میزنم میکشن دیگه. همین الانش مگه یارو سر زنشو نبرید تو هم مملکت خودمون دیگه؟ ببین داستان چیه، وقتی کامل نمیدونی و به خودت فرصت کامل دیدن هم نمیدی، میانه تو زندگی فردیمون هم همین هست. تا طرف میاد پیش شما یه قصه رو تعریف میکنه، میگه فلانی اینجوری شده، اگه زرنگ باشی باید بگی که خب باش حالا من فلانی رو ببینم. تازه اگه زرنگ تر باشی هیچ وقت نباید بذاری که تنهایی بیاد برای تعریف کنه، که تم بده به ذهنت. رفته بودم پیش که از آقایون، گفته بودن آقا یه فیلمیه، گفته بود آقا خب میخواید من یه فیلمیو ببینم؟ همون فیلم مارمولک ها. گفت تو فیلمو بیارید ببینم، حرف نزنید. گفتن آقا، گفت آقا نمیخوام صحبت کنید آقا جون، نمیخوام، خودم میخوام برم فیلمو ببینم. آقا ببین این فیلمو علیه اسلام و روحانیت و تشیع و دین با کارهای هنری در لایه پنجم دیزیرا به دینو زدن، در لایه هشتم اینجوری شده فلان. میدی به یارو، خب اون که تو گفتی میبینه دیگه. این دعا نویسه سرشون خیلی زرنگ بودن، بعد یه دعا برات مینوشت، میگفت که یه پول سنگینه وزد میگرفت، بعد میگفت میدونی این دعا رو کجا باید دفن کنی؟ تو قبرستون قدیمی، شب میری تنها دفن میکنی. ببین قبرستون قدیمی شب یعنی پر از وهم. بعد میگفت فقط بیای دفن کنی، اگه خرگوش سفید ببینی باخته باطل میشه، دوباره باید بیای از اول، باید کلی کار کنم یکی دیگه بنویسم. حالا تو میخوای خرگوش سفید نبینی، از اون ورم شب در قبرستون قدیمی رفتی یه پلک بزنی دیدی. تموم شد. بعدم میومدی میگفت دیدی دیگه، بعد خود میگفت وجدانم داشت میگفتی
یه چیزی دیدیم با همون خرگوش سفید در دیدی فلان این اجنه باطلا اومدن سحر رو با... حالا باید یکی دیگه بنویسن کلی کار میبره، باید بذارن ماه کامل بشه، تو ماه کامل با زعفرون رو کفن مرده قدیمی یک دریوری هایی، ولی پول توشه لامصب. بیزینس عجیبیه، بیزینس ترس، بیزینس ترس جز مهمترین بازارهای بیزینسی جهانه. خودتون کلا سرتون میره هزار بار. بدو بدو تموم شد، بیزینس ترسه. از خیار فروشه از این بیزینس استفاده میکنه تا موبایل فروشه، تا ماشین فروشه، تا خرافات، تا هرچی بیزینس تو جهانه. آقا تعداد محدودی از ماشین مدل فلان شد تموم. یعنی بدو بدو که تموم شد، میترسی میری میخری دیگه. دیدید که بازار ایران تا گرون میشه همه چی ملت میرن میخرن ترسشون. یعنی بازار وقتی گرون میشه، دلار وقتی گرون میشه، بازارهای ایران راه میفته، ملت شروع میکنن خرید کردن، تا میاد پایین طمع میکنن، بازار قفل میشه، میگه میاد یه ذره پایینتر نخریم بره پایینتر، طمع باعث میشه بازار رکود میشه. اینم درس بازار دیگه، پا تو کفش همه کردیم. بیاید برگردیم دیشب این آقا برامون توضیح میده، ازش یاد گرفتیم. آقا صحبت چیه؟ خدا به پیغمبر میگه جامعه نگاه کن. چرا؟ میگه هرچی نقص دیدن تو عالم چون ناقص نگاه کردن، نقص خودشونو به من نسبت دادن، گفتن این خدا عادل نیست، با اینکه خودش عادل نیست، کامل ندیده جهانو. میگه این بچه یتیم، این بیچاره مامانش حامله بود باباش مرد، بچه بابا میخواد دیگه، 3-4 سالش بود مامانش هم مرد. حالا درسته پدر مادرش مردن، ولی یه پدر بزرگ داره خیلی هواشو داره، پدر بزرگ مرد، حالا مادر بزرگ مرده ولی عموش هست، عموه مرد، حالا عموش چی بود؟ زنش از زنه مرد. این داستان پیغمبر ماست. یعنی تو بزنگاه ها اون لحظه که فکر میکردن یکی از کمکش کنه همون میمرد. بچه یتیم و کسی حاضر نبود دایش بشه، میگفتن بابا نداره که یه چیزی به اون بده، حالا بابا بزرگه، حالا مثلا چی میخواد به ما بده؟ اونی هم که شد دایش دیر اومد، بچه گیرش نیومد، تازه یه سینش هم خوش بود، شیر درست حسابی هم نداشته. میگید این داستانو؟ ببین وقتی تو داستان باشی، از الان ما داریم از بیرون میبینیم قصه پیامبر رو، قصه جناب مسیح رو از بیرون، جناب موسی رو از بیرون. همین الان نشستیم که آره کشتی رو سوراخ کرد موسی اعتراض کرد، یه جوری هم میگی انگار تو بودی اعتراض نمیکردی، تو بودی اصلا سوار کشتی نمیشدی. مرد حسابی معما چو حلگش آسان شود، پیامبر خداست با نشانه رفته اونجا، اصلا حاضر نمیشدی سفر رو بری. همین الان مگه میریم ما سفرهایی که به ما گفتن برید؟ همین الان به من و شما منطق 1000 تا سفر به ما گفته مگه رفتیم؟ ما حال خوندن یه جلد کتابو نداریم. گفت یه روزی مردم حال نداشتن غذا بخورن، ساندویچ میخوردن، الان حال ندارن بجوان، ساندیس میخورن، قرص میخوره، 5 تا قرص میندازه با اینکه ویتامین های لازم بدن تامین میشه، این حال ساندیس خوردن هم نداره، یه آب میوه یه چیزی. کتاب حال نداره بخونه، کتاب صوتی بهش دادم گوش نمیکنه، میگم بابا اینکه دیگه کاری نداره، بس بالا سر اون برات میخونه کتابو، تو حال کتاب صوتی هم نداری. بعد نشستی میگه داستان جناب موسی کلیم پیامبر خداست، داستان حل شده، معما حل شده، یه جوری صحبت میکنه میگه ما از اون بالاتریم. نه آقا، معما حل شده است. رفتن تو شهر بهشون بیمحلی کردن، بعد رسیدن بیرون یه دیوار باقیه داره خراب میشه، اون شخصی که خدا فرستاده بود که حالا معلوم نیست کی بوده، آجاقا حضرت خضر بوده، چه میدونیم، یه روایتای میگه خضر بوده، اسمش تو قرآن نیومد. گفت که خب این درار، هرچی پاته درار، گل درست کنیم. گفت گل برای چی؟ گفت دیوارو درست کنیم دیگه، داره خراب میشه. آقا به ما چه ربطی داره بابا؟ اینا یه لقمه نون بهمون ندادن،
محل ما نذاشتن، دیوار باغشون خراب میشه درست کنیم بوئه. قرار بود اعتراض نکنی. خب میدونم تو قبلا که از این کارا کردی. مگه تو اون وقتی که به دخترای شعیب کمک کردی مزدی میخواستی بگیری ازشون؟ اصلا فکر میکردی ازت تشکر کنن؟ فقط رفتی یه جا دیدی یه سری دو چهار تا دخترن میخوان گوسفنداشون آب بدن، چوپونای پسر حق اینا رو دارن میخورن، تو هم به غیرتت برخورد رفتی جلو گفتی برید عقب ببینم نوبت دختراست بیاد. اینقدر هم گردن کلوف بوده جرأت نکردن حرفش بزنن. درست بوده یه موج زد یارو مرد دیگه. درست بوده آره، یه چیزه هیکل رو حساب کتابی داشته. بعد تنهایی دلو میکشید، دلوی که مثلا دو سه نفری میکشتن، این تنهایی معلومه زور بازوی به درد بخوری داشته. قاشنگ پر کرد حوض آب و گفت گوسفندات رو آب بدید خدافظ. وای هم نستاد شماره بده، شماره بگیره بگه من بودم کمک کردم و بعد این محل اگه کاری داشتید رو من حساب کنید. اینجوری نیستش که نه برای خدا کار. میگه تو قبلا مگه برای خدا کار کردی مزدشو نگرفتی؟ ما حالا میگم برای خدا کار کن، میگی چرا؟ داستان یه بار برات حل شده، کاملشو بهت نشون دادیم، دوباره اعتراض چرا میکنی؟ یه بار فیلم کاملو دیدی، دوباره آوردیم سر صحنه، دوباره تو نباید اعتراض کنی. این که گفت اعتراض نکن، چون اصلا جای اعتراض نیست، چون اتفاق برات افتاده، تو قبلا در کشتی بودی بدون ناخدا، بچه‌م بودی، دست و پا میزدی. حالا ما رو که قنداق میکردن یادتونه، فقط چشامون تکون میخورد. چرا اینجوری میکردن؟ یه جوری میبستن بچه رو، بعد اون تو چیزا میشد یه مقدار قشنگ میماسید یارو اون تو، همینجوری چشامون تکون. دست الان دست با میذارن بهتره الان. خب تو قنداق بودی توی دونه جعبه میرفته، خب بعد میگه کشتی چرا سوراخ شد؟ بعد الان بچه رو که آقا چرا این بچه مرد؟ خود تو خودت آدم کشتی از مصر فرار کردی، اون قتل باعث نشد اعدامت کنن، باعث شد فرار کنی، بعدم بری توبه کنی از این کاری که کردی، آدم کشتی به هر حال، ولی این مسیر باعث شد که به شعیب برسی. جور دیگه مگه میتونستی شعیب رو پیدا کنی؟ میموندی تو مصر. چی باعث شد از مصر بری بیرون؟ یه قتل. چیزی که فکر میکردی باعث بدبختیت بشه باعث چیت شد؟ خوشبختیت. آدم کشته دیگه. یه قاتل میتونه بعدم پیامبر بشه؟ قرآن میگه میتونه، میتونه توبه کنه بشه. مثلا مال ما میشه سوء سابقه دیگه، هیچ جراش نمیدن تو اداره کار کنه. سوء سابقه فعال دیگه، این مهم قتل اینا دیگه. بله ما نمیبخشیم، خدا حالا خدا خداست، ما نمیبخشیم. بابا یارو معتاد، دخترش باش ازدواج نمیکنن. بس دیگه. اول صبر میخواد. سوالشون اینه نگاه ناقص چجوری کامل میشه باشه؟ اول صبر میخواد. استعینوا بالصبر والصلاة. جواب قرآنیش نبود. اینکه حالا چیز شاید مثال اول صبر میخواد. ببین یه من درسته از قرآن آیه رو خوندم، قبلش گفتم صبر یه آیه من قرآن واسه تون خوندم، این نمیخواستم بگم چون قرآن گفته که صبر میخواد به این معنا. ببین وسط داستانی، اولا یه چیزی به شما بگم، اگه تونستی نخ زمانو از ذهنت بکشی بندازی دور، اون وقت میشه. حالا سخته ولی میشه. بابا همین الان دارم میگم صبر کنید، شما صبر نمیکنید من جواب بدم. بابا دارم راکار میدم الان. خب راکار آسون، یه آمپول میزنیم بهت میشه آقا برجت. خب آمپولی نیستش که عزیز من، صبر کنید، شما بذارید کلام من منعقد بشه، من بگم دارم از صبر میگم، نمیذارید که چه گرفتاری شدیم. گوش کنید،
اگه نخ زمان از ذهنت کشیدی، آقا میخوام خیلی درون دینی باتون صحبت کنم الان. آقا میدونید که قصه انسانشناسی رو گذاشتیم بعد مارمزون، چون ما شب 15 هم آج آقای ابتایی میاد و آقای ترکاشفند و اینا میان، ما دیگه اون بحث قبلمون ادامه ندادیم دیگه. آره نشد دیگه، میخواستیم دیگه اونا دعوت قبول کردن دیگه، گفتیم که بیایم مثل آدم بشینیم از بزرگان استفاده کنیم. آره خیلی میخوام درون دینی باتون صحبت کنم. سوره الرحمن رو بخونیم، بیا سوره الرحمن رو بخونیم. این پیغمبر چیکار کرده؟ خیلی عجیبه. آقا گوش کن. الرحمن، اولا که میگه خدا رو هرچی میبینی ما که رحمان میبینیم. علم القرآن. حالا قرآن چیه؟ اون داستان داره که قرآن همینه فقط. خب حالا اون راجبش صحبت میکنه. خلق الانسان، علمه البیان، الشمسو، داشت راجب انسان صحبت میکرد، الشمسو و القمرو به حسبان و نجم و شجر و یسجدان، رفت سراغ ماه و خورشید و سماء رفعها و وضع المیزان، الله تتقوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط و لا تخسر المیزان و الارض وضعها للانام فیها فاکهه، رفت سراغ باغا و اینا، و نخل ذات الاکمام و الحب ذو الاسف و ریحان فبأی آلاء ربکما تکذبان. میگه چجوری نعمتهای بی نظیر رو منکر میشید؟ خلق الانسان من سلسال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار فبعیالا ربکم، رفت سراغ انس و جن، رب المشرقین و رب المغربین، مشرقها مغربها، فبعیالا ربکم تکذبان، مرج البحرین یلتقیان بینها برزخ لا یبقیان، دو تا دریایی که با هم مخلوط نمیشن، فبأی آلاء ربکما تکذبان، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. حالا اصلا این دو تا دریا چی ان؟ منظور اون دریاییه که آب شور و شیرینه، یا دو تا دریا منظورش دو تا انسانه؟ کدومه؟ حالا فبأی آلاء ربکما تکذبان، از تلاقی این دو دریا لؤلؤ و مرجان به وجود میاد. لؤلؤ و مرجان چیان؟ کیان؟ آدمن؟ یا نه منظورش واقعا لؤلؤ و مرجانه؟ وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام فبأی آلاء ربکما تکذبان کل من علیها فان، رفت سراغ مرگ. بعد و یبقا و چربک ذل جلال و الاکرام فبأی آلاء ربکما، مرگ نعمت بی‌نظیر، کل من علیها فان و یبقا و چربک ذل جلال و الاکرام یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایها الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. میتونید خارج شید از این عوالم، از این عالم، میتونید برید، برید، نمیتونید برید مگر به سلطان. فبأی آلاء ربکما تکذبان یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان فاذا انشقت السماء. بعد حالا میاد دیگه، یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواسی والاقدام، مجرمینو از قیافشون میشناسن، موی جلو سر و پاشونو میگیرن. بعد میگه فبأی آلاء ربکما تکذبان، بهشتو میگه نعمت بی‌نظیر، جهنمو میگه نعمت بی‌نظیر.
مرگ رو میگه نعمت بی نظیر، زندگی رو میگه نعمت بی نظیر، دریایی که با هم مخلوط نمیشه نعمت بی نظیر، لؤلؤ و مرجان نعمت بی نظیر، خلق انسان نعمت بی نظیر. آقا یه سوال، فرض کن روی بلندی وایسادی، چه باحال شد، فرض کن روی بلندی وایسادی، بلندی مشرف به 100 تا نقطه مختلف، بعد شما از روی این بلندیه میگی آقا چه باغ جذابی، چه رودخانه‌ای، چه دریایی، چه آدمای خوبی، چه آدمای بدی، چه اتفاقی. میبینی؟ یعنی چی؟ یعنی نخ زمان از ذهنت کندن، محضر تو شده عالم، همه رو داری میبینی، همه رو داری میبینی، همشه. نه نه نه، این که مثال زدم، نخ زمانو که بکنی قیامت الان یکی میشه دیگه. یعنی فواید این دنیا به زمانه. نه نه نه، زمان ساخته ماست، زمان قرار داده، قرار داده، واقعیت نداره که، قرار داد. چی؟ نداره دیگه. شما از اینجا تا دم در بخواهیم بریم یه چیزی که این شما این زمان، این استنباط ما شد دیگه، میشه قرارداد دیگه. قرارداد چیزیه که میتونیم برش داریم. الان بچه به دنیا بیاد زمان میفهمه چیه؟ تو بهش میفهمونی. نه نه، درکشو نداره، چون اصلا یه قرارداده. الان روز 24 ساعته درسته؟ میتونیم عوضش کنیم. آیا این تو قواعد وزن هم قراردادشو برداریم؟ اصلا همین که شما بهش میگی وزن، اینو این قرار داده، ما میتونیم اسمشو عوض کنیم. اسمشو کار ندارم. باشه. نه، زمان آخه فرق میکنه، اصلا زمان وجود نداره. بازم تو فیزیک وزنم باز میشه. ها؟ آره. همینجوریه تو فیزیک نیوتون، نقص کنندهش فیزیک کوانتوم. انیشتین فیزیک نسبیت، نقص کننده فیزیک نسبیت فیزیک کوانتوم. نه، زمان یک قرار داده. خب منتها چون قرارداد رو باور کردید میگی گذشته آینده، چون تو این قرارداد نشستی الان، ولی از این قرارداد میشه بیای بیرون. من میخواستم بگم سوره الرحمن سوره یه که از تو قرارداد اومده بیرون، تو قرارداده نیست. پس اگه پیغمبر تونست بیاد بیرون، شما میتونی بیای بیرون. اون کارهایی که پیغمبر میتونه بکنه ما نمیتونیم که اصلا به ما نگفتن. مگه چرا باید به ما بگن؟ این سوره داره میگه آدمی که این چیزا رو داره میگه، آدمیه که نخ زمان تو ذهنش وجود نداره، هر جا رو میخواد میبینه، داره همه رو میبینه، شده عین الله، چشمه داره میبینه، چشمیه که دهانه، چیزی بهش اضافه نمیکنه. ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوحی. میگید چی عرض میکنم؟ کار شما، شما میتونی برسی به اینجا، انسان میتونه برسه به اینجا. انبیا انسانهای استانداردن، استثنایی نیستن. منتها داستان چیه؟ داستان این که ما توی شهری هستیم، هممون خودمون رو میخارونیم، چون مثلا هموم نمیریم، یه مریضی داریم، بعد یکی میاد تو شهر ما خودشو نمیخارونه، بعد میگیم تو خودتو نمیخارونه، میگه نمیگه آقا یه چیزیش هست بره بیرون. ما چون هممون نقص داریم، درست رفتار نمیکنیم، یه آدم استاندارد که میبینیم فکر میکنیم اون استثناییه، با اینکه اون استاندارد آدم اینجوریه. انسان میتونه عین الله بشه، میتونه اذن الله بشه. المؤمن ينظر به نور الله، میتونه با نور خدا ببینه. انسان اینه. حالا ما چون این نیستیم و چون هممون هم گرفتار این مریضی تنبلی هستیم، بعد فکر میکنیم اونا استثنایی بودن. نه، اونا استاندارد. انبیا موجودات استاندارد. ما استثنایی هستیم که چش داریم نمیبینیم، گوش داریم نمیشتویم، قلب داریم تفقه نمی کنیم. ما استثناییم که این کارا رو نمی کنیم، وگرنه انسانی که چشم داره باید ببینه دیگه. همین نخ زمانی که گفت مطرح کردیم، یه مثال حضرت یوسف 10 سال تو زندان بودن، آقای امام حضرت موسی هم که اون اعتراضا رو کردن. خیلی از عرفای ما هم در مقام اعتراض نسبت به حضرت حق شعر و مثلا و صحبت زیاد دارم. من که مثلا 10 سال تو زندانم و توانم نیست که آینده رو ببینم، میتونم اعتراض چی میگه توانت نیست؟
لا یکلف الله نفسا الا وسع، اگه وسعت نبود که به تحمیل نمیشد که. حضرت موسی چرا مؤاخذه میشه؟ چون میتونسته و نکرده. چرا بهش اعتراض کرد اون شخص، حالا هر کی بود؟ بهش گفت که برای چی سوال میپرسی؟ دیگه تو نمیتونی با من صبر کنی، دلایلو بهت میگم، خداحافظ. باشه باشه، پیامبر باشه، درجه داره دیگه، در مسیر شد. اگه کامل بود که نمیفرستادنش پیش اون شخص که. نه، ممکنه که اون نمیتونسته مسئولیت اجتماعی بگیره، ممکنه نیست از اون بالاتر باشه، وجوه مختلفه. ببین یکی فیلسوفه، ببین الان بهت میگم، ببین یه شخصی فیلسوفه، خب شما حاکمی، حکومت کردن، حاکم بودن، یه تبحری میخواد که ممکنه فیلسوف نداشته باشه، اما برای حکومت کردن به فلسفه احتیاج داری، میره پیش فیلسوفه، ازش چیز یاد میگیره، اما فیلسوفه رو بذاری جای این گن میزنه، نمیتونه کارو انجام بده. این از فلسفه یا اون استفاده میکنه، با تبحری که داره جامعه رو اداره میکنه، اما برای، یعنی نیاز داره به فلسفه اون، ولی تخصصی داره که اون نداره. الان مشکل ما همینه دیگه، یه آدمی که خوب حرف میزنه میگم بیا حاکم شو، بابا این خوب حرف میزنه، این بلده، یا فلسفه بلده، عرفان بلده. نه اصلا ما اینجوری حرف نمیزنیم، این ادبیات شماست، ادبیات ما نیست. حق داریم حق نداریم فلان، این ادبیاتیه که کردن تو مخ ما. نه اصلا ما اینجوری حرف نمیزنیم، شما میگیم آقا شما یه انسانی، توان خودتو ببین، توانتو ببین، شما توان داری که نخ زمان از ذهنت بکشی بیرون، سوره الرحمن. این کسی که این سوره الرحمن ظرف سوره الرحمن شده، این انسانیه که نخ زمان تو ذهنش نیست، این قیامت رو میبینه، دنیا رو میبینه، دریا رو میبینه، جنگل رو میبینه، انسان رو میبینه، لؤلؤ و مرجان رو میبینه، بعد دریا رو فلان، همه انگار عالم تو محضرشه، با اینکه تو عالم دنیاست، پس چجوری قیامت رو داری میبینی؟ چیه؟ آفرین، ما میتونیم قد بلند باشیم. نه نه نه، ببین جناب موسی یک مسئولیت اجتماعی داره، خب شریعت داره، درون دینی دارم میگم بهت، جناب موسی پیامبر اولوالعزم و شریعت داره، خب شریعت داشتن یعنی شما ریزکاری‌های اجتماع رو بلدی، جامعه رو میشناسی، اون آدم معرفت داره، ولی ممکنه که این ریزکاری‌ها رو بلد نباشه تو اجرا، تو عمل. یعنی نمیشه از جناب موسی بگی بالاتره، توی مقام دیگه‌ای، توی فن دیگه‌ای اون بالا وایساده، قبول این حرف. مثل یه فیلسوفه، آقا فیلسوف تو مباحث فلسفی درجه یکه، ولی این فیلسوفه نمیتونه حاکم باشه، چون حکومت کردن یه ریزکاری فوتای کوزه‌گری داره. آقا اصلا مثل این چیه؟ آقا یکی کوزه‌گره، ها؟ یکی فیلسوفه. حالا این فلسفه به این میگه، این میاد شکل میده به این کوزه هاش بر اساس اون فلسفه، اما هیچ وقت اون نمیتونه کوزه درست کنه، چون فوت اینو بلد نیست، اما این فلسفه اون استفاده، برای همین موسی رفت از اون استفاده کنه، رفت ازش یه فلسفه بگیره بیاد برای جام خاص بهش بگه بابا یه ذره صبور باش. آره میخواست بهش بگه یه ذره صبور باش، خب اما مفهومش نیست که این از این بالاتره. نه این صبرم خیلی چیز عمیقی باید، بله آگاهی میخواد، چون مثلا من خودمو میذارم جای مثلا حضرت یوسف رو تشبیه، میگم من اون کار خوبو کردم نتیجه شد زندان، بله پس حتما کارم درست، صبر صبر آگاهی میخواد، ماها اصلا صبر نمیکنیم، ما صبر نمیکنیم، چون صبر یه پذیرش درونیه، آدم صابر تو آرامشه، والذین آمنوا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی داره نه ترسی داره نه حزنی، ما صبر اصلا نمی کنیم، ما تحمل می کنیم، صبر توش لذت داره، چون میدونه داره چیکار میکنه، آگاهیه، این کاری که ما میکنیم بر اساس آگاهی نیست، لابدیه، مجبوری، برای همین راضی نیستیم از اینجایی که هستیم. میگه هرچی سنگ مال پای لنگه، حاج آقا ما صداقت به خرج داریم، دهنمون سرویس شد، آدم باید عوضی باشه، الان کاری هم نمیتونه بکنه ها، یعنی این الان صبر نمیکنه، مجبوره، صابر اختیار میکنه،
و توش لذت میبره. جناب یوسف که زجر نمیکشید، که عشق میکرد، کیف میکرد. امام کاظم انداختن زندان، گفت الهی شکر ما دنبال یه خلوت بودیم باش خلوت کنیم، درست شد. میگه چی میگم؟ صبر یه چی؟ صبر میوه آگاهیه. این کاری که ما میکنیم لابدیه، مجبوریه، مجبوریم. میگه ما صبر کردیم. نه آقا، صبر که رضایت توشه، تو صبر نکردی، مجبور بودی سکوت کنی، تو نمیتونستی حرف بزنی، برای همین رشدی توش اتفاق نیفتاده. پشیمونی از کاری که کردی. یوسف هیچ وقت پشیمون نشد از اینکه پا نداد بزنه عزیز مصر، هیچ وقت، هیچ وقت پشیمون نبوده از هیچ کدوم کاراش، کار بدی نکرده. میگی چی میگم؟ متأ ما از کار خوبمون هم پشیمون میشیم، میگیم خوبی به بعضیا نیومده حاج آقا، خوبی کردیم اینجوری شد، چرا پشیمونی؟ چون آگاهی نیست. جناب موسی رفته صبر، صبر رو بگیر که آقا موسی جامعه نگاه کن، تو زندگیت هم بوده که صبر کنی. خیلی غیرتی بوده دیگه، آقا یه بچه میدید میمیره به هم میریخ، گفت خدای کریم چرا بچه مرد؟ میگه خب عزیزم هزار تا دلیل داره، مگه یه سناریو نوشتیم ما؟ آخه ما یه سناریو تو ذهنمونه، بچه به دنیا میاد، عشق و حال میکنه با پدر مادرش، سایه پدر مادر رو سرش، تنها سناریویی که به عنوان زندگی قبول داریم اینه که یه بچه توی خانواده به دنیا بیاد، بابا مامان هستن، بابام وضعش خوبه، هیچ وقت شرمنده‌شون نیست، سفره‌شون پهنه، همیشه غذا هست، هرچی بچه میخواد، بابا من لپ لپ میخوام هست، بابا من موز بخر برام، موز میخره براش، بابا بریم مسافرت، میبره مسافرت، خارج میره میاد، داخل میره میاد، چه میدونم میره پنگوئنا رو قطب چی میبینه، میره حج، میره نمیدونم میره مشهد، میره کیش، چیمون هم معلوم نیست، لام هستن اصلا، هیچ چیمون دورو، یعنی یه چیزای عجیب، انقدر متناقضیم. میگفت رفته بود کربلا، زن زد پسر خالش، گفت اون دبه منو هم بزن، سرکه ته نگیره، سرکه ته نگیره. چرا میخندین؟ سرکه دارم میگم، الان باز میگن ترویج چیز شد، سرکه ته نمیگیره، میریزی پس. خب آره، کارآفرینیه دیگه. وزیر گفت با 1,000,000 کار ایجاد کنید دیگه، 800 تومن دستگاه تقدیر می‌خرید، 200 تومن کشمش، سرکه درست می‌کنید، بعد پیلندازم میشه سرکش. می‌گیرین چی میگم؟ سناریوی ذهن ما اینه، بچه به دنیا میاد توی خانواده متمول، بابا هم اشغال می‌کنن، تفریحشون هم از سواریه، اسکی هم میرن موقعی که برف میاد، دیزین اینا. بعد بزرگ میشه، پدر مادر پیر میشن، اینا میره میشه رئیس شرکتی، کروات میزنه پسره، بعد رئیس شرکت میشه، بابا مامانش میبره مسافرت، دیگه هیچ گورستونی در دنیا نیست که بابا ننه میبره، دیگه هیچ آرزوی بابا ننهش ندارن، در سن 200 سالگی میمیرن. بعد این بچه هم خیلی شیک میره سر قبر باباش، میگه بنده هیچ قصه‌ای نمیخورم، پدرم هیچ حسرتی نداشت، بدون حسرت از دنیا رفت، این زندگی رو باید بهش قبطه خورد فلانو. بعد این دوباره، این بزرگ دوباره همین سناریو مال بچه‌هاش ادامه پیدا میکنه. خدا میگه خب سناریو فقط همینه، لام از سبا، هیچ سناریو دیگه ای نیست؟ یه داستان دارید برای زندگی؟ خب من میلیاردها داستان دارم برای زندگی که نتیجه همش ساخته شدن انسانه. شما هم یه داستان خوشتون اومده؟ بفهم. همه اتمای جهان هم این اطلاعات داره. خب بعد ما مشکلمون میخوام از چیز شما بگم، صحبت شما بگم، مشکلمون اینه که ما هی میخوام بریم آنتروپیه رو بفهمیم که تقریبا الان از دیدگاه فیزیک غیر قابل دستیابیه، چون اگر ما بتونیم آنتروپی رو بفهمیم کاملا میتونیم آینده رو پیش بینی کنیم. یا حالا پیامبرایی که شما میفرمایید اون نظام رو میدونستن، یعنی این چی گفتی نفهمیدم؟ نه گفتید آها خب اون این که ما بریم سمت این که آنتروپی رو بفهمیم اشتباهه. منظور چیه؟ منظور تو برام میگی؟ یعنی این که آینده رو میدونستن، این که اشراف داشتن، زمان براشون معنی نداشته، اون که قله وایساده داره همه چی میبینه. آینده یه سوال، یه سوال، نه یه سوال، آینده یه چیزه، آینده یا گذشته همش، نه نه نه
آینده یه چیزه، یه سناریوه، میلیاردها میلیارده. ببین میدونی مثل چی میمونه؟ تو تمام تصمیماتی که در جهان گرفته میشه توسط انسانها اون نقشه رو تغییر میده. یعنی در آن واحد هزاران احتمال، میلیاردها میلیارد احتمال وجود داره، هر کدومش بخوره یه جهتی، یه داستان دیگه ای درست میشه. حالا یه نفر هست هان تمام این احتمالات رو میدونه. نه این احتمالات رو نمیدونه. اگر میدونه احتمالات رو میدونه، درست فهمیدی؟ اینکه دقیقاً چه اتفاقی میخواد بیفته رو نمیدونه. خب اون اصلا، اون اصلا نیازی نیست به اون. اون که نیکو گفت چون که صد آمد نود هم پیش ماست. وقتی من این چند هزار سناریو رو میدونم، هر کدومش بشه غافلگیر نمیشم، همه‌شو میدونم. بله. این اینه. دیگه‌اش اینه که اون نظامو میدونه. چون جبر نیست، آدم‌ها خودشون تصمیم میگیرن. اینه که کدوم اتفاق میفته یه متغیر نداره. هزاران هزار میلیاردها میلیارد متغیر داره. خب که اونو میسازه. اما وقتی تو همه‌شو میدونی، تمام احتمالاتو میدونی، ولی همه میتونن آره غافلگیر نمیشی. اصلا اتفاق بد نداری. هر اتفاقی خوبه، جهنم خوبه، بهشت خوبه، دریا خوبه، همش سناریو رسیدن دیگه. صبر خودش توش حرف داره. صبر میوه آگاهیه. آگاهی از کجا میاد؟ آگاهی شما کلی ابزار داری برای برداشت از جهان و کلی ابزار داری برای آزمایش برداشتات که ببینی درست یا غلطه. وقتی از این مکانیزم استفاده بکنی، اون چیزی که تشمیمونه میشه آگاهی. میبینی، حالا میتونی آزمایش کنی که درست دیدی یا نه. وقتی آزمایشش هم کردی دیدی درست دیدی، اون چیزی که تشمیمونه آگاهیه. خودم الان کفم برید از این تعریف. آره بس دیگه بچه ها، ساعت یک شب پاشین برین دیگه. دوه دیگه بدتر. آه این ساعته رو نبردین جلو، یک قدیمه. ما قومیم. یک قدیم یک جدید. نه نه حالا من از شما ولش کنم، من یه سوال از شما میکنم. میشه بعد لایف جوابتونو بدم؟ آره، چون حالا نمیخوام این حرفا رو بیارم. ما رو خودت شما حوصله ما رو داشته باش بعد از نه، ما حوصله شما یه کلمه است، بعدش بهتون میگم. بس دیگه، فردا شب. حالا بگو شما یه دونه سوال میخوای بگی، بگو. ببینم ارتباط 200 تا سوال پرسیدن اینا. صبری که میوه آگاهیه لذت داره. کاری که ما میکنیم مجبوریم، کاری از دستمون بر نمیاد، برای همین پشیمون میشیم از کار خوبی هم که کردیم. نه سفارش. ببین من میدونم چه اتفاقی میفته، میخوام زودتر بیفته. میگه این چرا میخوای زودتر بیفته؟ الان برای توضیح میدم. من میخوام از این زندان رها بشم، درسته؟ با اینکه میدونم جای خوبیه، دارم پا میذارم رو آگاهیم. من که میدونم این جای خوبیه، اینجا هم من دارم ساخته میشم، هم همه اینایی که اینجا، خب، و هم آینده ها ساخته میشم با داستان اینجا. چرا پا میذاری رو آگاهیت؟ سفارش کردن به دیگران خلاف صبره، چون خلاف آگاهیه چوب داره. چوبش میدونی چیه؟ که با عوارض عملت روبرو میشی. چون هر کاری میکنیم یه نتیجه‌ای داره، ما با نتیجه عملمون روبرو میشیم. جناب یوسف با نتیجه عملش روبرو شد، زندان طولانی تر شد، چون یارو فراموش کرد.
میگه خلاف آگاهی عمل کردی، تو میدونستی که جای خوبی هستی، کار بدی نکرده بودی که. مقدرات عالم هم که من مینویسم، منم که بد نمینویسم که، من که خوب نوشتم که. خب پس چرا خلاف آگاهی عمل میکنی؟ مثل جناب یونس دیگه سلام الله علیه. قرآن میگه ولا تکن که صاحب الحوت، به پیامبر ما میگه، میگه مثل جناب یونس نشی. یا کجاش؟ اونجایی که عصبانی شد و ظنون از ذهب مغاظبا، غضب کرد به مردمش، میگه مواظب باش به مردم غضب نکنی ها، چون خلاف آگاهی. ها آره بله بله، اشتباهشو میخواد بگه، نمیگه مثل یونس نباش، میگه مثل صاحب حوت نباش، میخواد اشتباهشو بگه، بگه صاحب اون اشتباه، نتیجه عملشو داره میگه. بله چون یونس که پیامبره، میلیاردها کار خوب داره، در مقام اونجا اشتباه کرد. تو اون مقام از تو توقع نداشتیم، چون تو آگاهیشو داری، تو آگاهیشو داری. بعد از تو میگه ما از انبیا تعهد غلیظ گرفتیم که با مردم باید مدارا کنید، چرا خلافش عمل کردی؟ ببین اصلا تو آخه ببین آخه اشتباه هم بود، چون مردم بعدن توبه کردن. آره مردم توبه کردن، اون عالم وایساد توبه کرد، اشتباه هم بود، یعنی خلاف آگاهی خودت عمل کردی. نتیجه چی شد؟ نتیجه شد هوت، نتیجه شد تاریکی. از ناداف الظلمات ان لا اله چی؟ فناداف الظلمات. شما خودت الان شما سیگار میکشی؟ اگه میکشی نمیخواد بگی. من بعضی وقتا بهم تعارف میکنن این بی‌انصافی چیزش دود میده اینا. خیلی چیز بدی هم هست. خب تمام اینایی که سیگار میکشن نمیدونن سرطان زاست رو جب، تنها چیز راستی که تو مملکت ما هست همینه که رو پاکت این نمیده، وگرنه نمیشه آب میوه 100% طبیعی. به حضرت عباس دروغه. بعد همون که نوشته 100% طبیعیش نوشته مواد تشکیل دهنده، بعد کنسانترین هم چی چی، بعد نمیدونم شکر افزودنی های مجاز، بابا چی شد؟ و تنها کلمه راستی که نوشتن سیگار سرطانزاست. البته 100% هم نه، احتمالش هست، احتمال زیاد، خیلی زیاد، کار ندارم. شما نمیدونید، یعنی ما انسان ها نمیدونیم سیگار بده ولی میکشیم؟ ها؟ ناتوانیم. جهل نادانی نیست، ناتوانیه. مقابلش عقل، عقل دانایی نیست، تواناییه. عالمی ممکن است جاهل باشد، یعنی عالمه ولی ناتوانه. رب عالم قد قتله جهله، روایت از پیامبر منسوب به ایشونه. چه بسا عالمی که جهلشون رو عبه میبره. عالمی که جاهله چی میشه؟ عالمه ولی خیشتندار نیست، خلاف علمش عمل میکنه. تو زندگیمون نگاه کنیم هزاران هزار خلاف علم عمل میکنیم. هممون میدونیم مثلا غذاهای پرکالوریه نباید بخوریم، میخوریم، بعدا پشیمون میشیم و همون موقع میخوام بریم بیاریم بالا دیگه نمیاد بالا. اونم همینه، خلاف آگاهیش عمل کرده. آقا ساعت 2، سلامت باشیم، صلوات بفرستیم.